میخوانند میرانند، آنها را میرانند. این که اصلا مسند نمیخواد. بچه ها اما یادتونه میگفتم خواندن در یه حالته که چهار جزئیه گذرا به مفعول مسند میسازه؟ چی بود؟ به شرطی که معنی نامیدن بده. مردم او را قهرمان خواندند، یعنی مردم او را قهرمان نامیدند. درسته؟ چگونه نامیدند قهرمان؟ چه کسی را؟ او را. حالا میخوام بهت یاد بدم فکر طراحو بخونی. خواندند میتونه چهار جزئی گذرا به مفعول مسند باشه. ببین تو گزینه های دیگه هم خواندن داری؟ احتمالاً داره روی این کار میکنه. آره، خواند، خواند، میخواند. همینجا دست طراح برات رو شد. احتمالاً طرف مد نظرش در ذهنش این بوده که فعل خواندن در کدام گزینه چهار جزئی گذرا به مفعول مسنده، اما خواسته کار تو رو تو گزینه ها بیشتر کنه که تو بری مثلا بقیه فعل ها رو هم چک کنی. اگر من بودم با ذهنی که الان بعد از 12 سال ادبیات درس دادن دارم، میفهمیدم که ایول احتمالاً طراحه میخواد روی این خواندن ها کار کنه. بیا بریم ببینیم میتونیم یه خواندنی پیدا کنیم که معنی نامیدن بده. بیا چک کنیم. بدین درگاه حافظ را چو میخوانند. این میخوانند یعنی چی؟ یعنی حافظ را فرا میخوانند، حافظ را دعوت میکنند. معنی نامیدن نمیده. نمیذاریم کنار گزینه یک. بریم دو. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات الصبوح و هوا یا ایها السکارا. در حلقه گل و مل خوش خواند، زیبا گفت. چه چیزی را گفت؟ لاپ 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 لاپ. اینم که نامیدن نیست. سه، ماهت نتوان خواند، یعنی تو را ماه نمیتوان خواند. بگید، یعنی تو را ماه نمیتوان نامید. چگونه نامید؟ ماه. چه کسی را؟ تو را. ایول، خواندنه داره معنی نامیدن میده. زده یافت میشود. از جواب میشه گزینه سه. گرفتی چطوری دارم دست طراحو میخونم؟ وقتی میبینم 4 تا فعل یکسانو داره توی ابیات تکرار میکنه، احتمالا مانور ذهنیشم رو همین بوده دیگه. حالا بیا بریم بخت و اقبال. جای اینی که 20 تا فعل چک کنم، میام رو همین خواندنای مانور میدم. شایدم جواب نگیری یا، ولی میگم عقلانیش اینه. سعی کنیم دست طراحو بخونیم. این یه قلق. بریم جلو. اینا واقعا چیزی نیست توی هیچ کتابی باشه، صرفا تجربه یک معلم و تجربه یک مؤلفه که چجوری تست درست میکنن. قشنگ این روش تو یعنی ملکه ذهنت باشه، صدای من تو گوشت باشه. تست 3. در همه مصرها نهاد مفعول مسند فعل داریم بجز سراسری تجربی 98. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبره. یعنی قراره در همه گزینه‌ها یه دونه 4 جزئی گذرا به مفعول و مسند پیدا کنیم. با گزینه 1 میریم. درون فروماندگان شاد کن. گیر میکنم که فعلم شاد کنه یا کنه. شاد کنه یا کنه. چیکار کنیم؟ یه تر بندازیم. درون فروماندگان را شادتر کن. جواب میگیرم. فعلم کنه. کن از مصدر چیه؟ بگو. آهان، کردن. کردن جزو چی هست؟ آهان، سن فوک. ساختن، نمودن، فرمودن، کردن. ببین معنی گرداندن میده یا نه. درون فروماندگان را شاد گردان. تمومه. همین که کرد معنی گرداند میده، بدون 4 جزئی گذرا به مفعول مسنده. چگونه گردان شاد؟ چه چیزی را؟ درون فروماندگان را. پس 1 بره کنار. اساتید
بالا گرهشو بهت دادم، ببین چینشت اسلام چطوریه. یه نکته میگم میخوام استفاده کنی. کرم خواندم سیرت سروران، همتون میدونید باید چی چک کنم ببینم خواندنه معنی چی بده چهار جزئی گذرا به مفعول مسند باشه. همین الان یاد گرفتی معنی نامیدن بده. بیا چکش کنیم. سیرت سروران را کرم نامیدم. چگونه نامیدم کرم؟ چه چیزی را؟ سیرت سروران را. جواب میگیرم. اینم بره کنار. آقا تو نکته خواندن